فصل پنجم، فوبیا و استرس. فوبیا یا هراس غیر عقلانی. فوبیا ترسی است که با عقل میانی ندارد و غالبا ریشه در دوران کودکی دارد. هنگامی که مادر بزرگها و اصولا بزرگترها، خواهر و برادر و مربی و معلم و والدین و غیره، قصه ها و داستان های ترسناک می باختند و با گفته های هراسوار خیش دل نازک و ساده کودکان را به هول و تپش می افکندند، به طوری که کودک جرأت نمی کرد شبها به نقاط تاریک برود و در هر گوشه و کنار زیر تخت، انباری، کموتا، پشت درخت ها و در هر جا سایه های مخوف و قلاسایی می دید که چنگال هایش را گشوده و آماده ربودن و بلعیدن بچه ها می باشد. این ترس دور از عقل و خرد با کودک بزرگ می شد و به صورت ها و شکل های مختلف در بلوغ و تمام زندگی خود را نشان می داد و دست از سر وی بر نمی داشت. سازمان بهداشت جهانی در این باره آمار جالبی را ارائه می کند. 18% نفوس کره زمین دچار فوبیا هستند و از آن رنج می برند. سهم زنان در این بیماری از مردان بیشتر است و 25% به مردان تعلق دارد که تازه خود را جنس قوی و شجاع می شمارند. چند نمونه از انواع فوبیا و ارتباط آن را با استرس در زیر نقل می کنیم. فوبیا ترسی که با عقل بیگانه است و ترسی است بی علت و فاقد دلیل عقلانی که در مواردی با وحشت و هراس شدید نیز همراه می شود. شخص در این حالت در می یابد که ترسی که گریبانگیرش شده از حد و توان طبیعی و عادی وی برای مقابله با آن خارج است. ناگزیر تن به قضا می دهد و خود را اسیر و مقهور آن می یابد. علائم فوبیا عبارتند از بند آمدن نفس، تپش شدید قلب، لرزش و تشنج زیاد بدن که از سلطه و اختیار خارج می شود، میل شدید برای گریز از معلکه و مهلکه. به اجمال اشاره می کنیم که فوبیاها می توانند مسیر روان و عادی زندگی آدمی را مختل نمایند و شماری از مردم ترس را برای فرار از مسئولیت ها و اصولا زندگی بهانه می کنند، حالان که برای هر مشکلی راه حلی وجود دارد که پناه بردن به ترس ها کاری است کاملا غیر منطقی. ساده ترین راه برخورد با فوبیاها تحقق این امر است که گذشته ها قادر به حل مشکلات آینده شخص نیستند، بلکه با کمی اعتماد به نفس می توان بر ترس ها و وحشت های غیر عقلانی خود غلبه کرد و استرس و اضطراب ناشی از آن را از میان برداشت. زندگی را می توان آزادانه تر و شادمانه تر سپری کرد و به فوبیا، ترسی که با عقل و خرد بیگانه است، اجازه نداد تا حریم حیات و هستی انسان را در معرض تهدیدهای خود قرار دهد. استرس از فوبیا، اضطراب و سایر عوارض روانی و عصبی جدا نیست. گفتند که تندرستی و شادابی حاصل همزیستی و هماهنگی روح و جسم و مغز است و استرس واکنش دفاعی آدمی در مقابل هر تغییر و دگرگونی و جابجایی ناگهانی و غیرمنتظره است. تغییری که می تواند غالبا احساس امنیت خاطر شخص را تحت تأثیر قرار دهد و زندگی روزمره وی را مختل کند و او را وادار سازد تا روش‌های تازه‌ای در اداره زندگی در پیش گیرد، به خصوص اگر این امر با طبع وی ناسازگار باشد. این تغییرات می تواند به نظر تهدیدآمیز جلوه کند و
و همین پنداشت و انگار و خیال است که آدمی را به واکنش‌های تدافعی وادار می‌کند. خواه عوض کردن شغل و حرفه‌ای باشد و یا اسباب کشی به مسکن جدید و یا بروز مشکل ناگهانی مثل بیماری و از بین رفتن ناگهانی سلامتی و یا حتی برخورد تند و مشاجره با یکی از افراد خانواده یا بستگان و یا دستخوش خیالات و پندارهای هراس‌آلوده‌ای شدن که زندگی درونی را دچار آشفتگی و هرج و مرج کند. طبعا انرژی برآمده از ترس تنش ایجاد می کند که به شکل مقاومت‌های هیجانی و جسمانی خود را نشان می دهد که در این گونه مواقع این سخنان بر زبان می آید. خون در رگ‌هایم منجمد شد و یا بر جایم خشک شدم. مغزم از کار افتاد. البته سازگاری با این حالت آن هم به طور مداوم نه تنها نیرو و انرژی و توان انسان را تحلیل می برد بلکه احساس ضعف و خستگی مفرط را نیز عارض وی می سازد و سیستم ایمنی ساز بدن را دچار سستی و ناتوانی می کند و او را برای ابتلا به انواع ناخوشی ها، زخم های روحی و جسمی و حتی مرگ آماده می نماید. از سوی دیگر با فعال شدن واکنش دفاعی بدن، نیروی زندگی درونی هم از خواب بیدار شده و به تحرک در می آید. پس واکنش طبیعی ارگانیسم در این حال تقویت و پوشش این نیروهاست تا آن را به گونه‌ای وارد جسم و جان سازد که بتواند وظایف دفاعی خود را انجام دهد. به هر حال این نکته را یاد داشته باشیم که اگر انرژی واکنش دفاعی گریزگاه مناسب خود را چه در درون و یا بیرون پیدا نکند، غالباً واکنش آن در اندرون سرریز می گردد و جلوه های خود را در آنجا آشکار می سازد و به عبارتی منشأ و مبدأ خود را مورد حمله قرار می دهد. پس بایستی مراقب بود تا سیکل و روند کنش و واکنش سیر طبیعی خود را طی کند و بیاموزد چگونه آگاهانه و از روی شعور و خلاقانه پاسخ و واکنش لازم را ابراز دارد و از واکنش ناآگاهانه و مخرب پرهیز نماید. عکس‌العمل خلاق باعث رشد و پرورش و شکوفایی شخصیت فرد می شود تا نکته ها بیاموزد و تجربه ها کسب کند و در کشاکش زندگی موفق و نیرومند گردد. حالان که واکنش تخریبی آدمی را از نیل به کمال و تکامل باز می دارد و تنش و رکورد و جمود و رنج و عذاب به همراه می آورد. تعادل ذهن، جسم و روح زمانی مختل می شود و از حال انسجام و یک پارچگی خارج می شود که انرژی واکنش دفاعی ما بر ضد خودمان به کار گرفته شود و هنگامی چنین امری روی می دهد که ما خودمان را آمازگاه و هدف حمله های خارجی قرار دهیم و حالتی در خیش ایجاد کنیم که ترس و تضاد و برخوردهای درونی از نتایج آن خواهد بود و شدت و ضعف این پدیده به نوع جابجایی و تغییری که قرار است با آن مقابله شود خواهد داشت و حاصل این کشاکش است که به نابودی یا تقویت استرس می انجامد. آمادگی برای امتحان و تست زدن و شرکت در کنکورها. نکاتی که مورد بحث قرار گرفت، موضوعاتی را روشن کرد که میتواند برای افرادی که عموماً تحت تأثیر فشارهای عصبی و روانی، استرسی‌ها و مبتلایان به فوبیا، قدرت دفاعی خیش را از دست می‌دهند و یا شور و شوق زیستن و یا مقابله با دشواری ها در ایشان رو به کاهش می گذارد مورد استفاده قرار می گیرد. از آن رو که زدودن ترس ها و استرس های ناشی از شرکت در جلسات آزمون ها برای شاگردان و جوانان از اهمیت خاصی برخوردار می باشد،
باز هم درباره آن گفتگو می کنیم. از امتحان نترسیم تا موفق شویم. ساده ترین توصیه این است که مطالعه کنید و درس بخوانید. برخی از شرکت کنندگان در آزمایش ها و کنکور ها ادعا می کنند که از تست زدن همیشه واهمه داشتند. در حالی که خود به خوبی می دانند این حرف ها فقط عذر و بهانه است برای نداشتن آمادگی و درس نخواندن و عذر و بهانه تراشیدن برای پذیرا شدن شکست احتمالی. پس اوقات گرانبهای خود را در سر جلسه امتحان به هدر ندهید که در این صورت موجب افزایش هورمون استرس یا کورتیزول می شوید و در نتیجه از قدرت و روشنی حافظه خود می کاهید. وقت خود را در جلسه امتحان دقیقا تنظیم نمایید. با دقت مطالب را بخوانید، همواره تمرکز خود را حفظ کنید. با بهره‌گیری از آرامش ذهن بازتر و آماده تری خواهید داشت. وسایل امتحانی و نوشته افزارها مانند مداد و خودکار و پاک‌کن و ماشین حساب و هر وسیله دیگری را از قبل آماده کنید. از صحبت کردن و مشورت و همنشینی با افراد ترسو، منفی، بدبین، مایوس و مضطربی که فوق و خویشان می تواند بر شخص تأثیر ناخوشایند بگذارد پرهیز کنید. صبح زود خود را به محل جلسه امتحان برسانید. دفتر به دستشویی را فراموش نکنید. لیوانی آب خنک بخورید و صندلی را انتخاب کنید که از نشستن روی آن احساس ناراحتی نداشته باشید. مواد مخدر و الکل مصرف نکنید و فریب کسانی که شما را ترغیب به استعمال و مصرف آنها می کنند نخورید و تنها به معلومات خود اطمینان داشته باشید. هیچ ماده قادر نیست شما را در این تجربه و آزمون موفق کند مگر تلاش و کوشش شخص شما برای آموختن و راهی که میلیون ها نفر آن را طی کرد و به مقصد رسیدند. سه بعد غذای ساده و سالم بخورید. خوب بخوابید و شبهای امتحان بیدار ننشینید و ذهن و فکرتان را آرامش دهید. در غیر این صورت کاری که انجام می دهید ضررش بیش از منفعت آن خواهد بود. تنش و ترس و استراب را از خود دور کنید. برای آخرین بار کافی است که نگاهی به یادداشت‌ها و نوت‌هایی که برداشته اید بیندازید و در تمام احوال در ریلکسیشن کامل باشید. همواره به یاد داشته باشید که به قدر کافی زحمت کشیده و درس‌ها را خوانده و خود را برای حضور در چنین جلسه‌ای آماده کرده اید. خود را موفق بدانید و هول و هراس را از خیش دور کنید. بدون دلهوره و تشویش بر جای خود آرام بگیرید و هر فکر منفی را از سر دور کنید و هوشیاری خود را حفظ کنید و از یاد نبرید که دلشوره و استراب بلای جان کسی است که اعتماد به نفس خیش را از دست داده باشد. اگر احیاناً دچار این حالت ها شدید چند نفس عمیق بکشید و در همان حال لبخندی هم به لب آورید. راست و محکم در جای خود آرام بگیرید و بدانید که پیروزی از آن شماست چون آینده از آن شماست. 2. پیش از شروع تست، در صورتی که نیاز به ترسیم منحنی و جدول و تنظیم فهرست و جز اینها دارید، بر روی صفحه کاغذی که جداگانه در این گونه موارد در اختیارتان قرار می‌دهند آنها را رسم نمود و آماده کنید. 3. از سوال‌های ساده شروع کنید. با این کار اطمینان و اعتماد به نفس لازم را در پاسخ دادن به سوال‌های سخت پیدا خواهید کرد. سپس به سوال‌هایی می‌پردازید که نمره و امتیاز زیادتری برایشان در نظر گرفته‌اند. پرسش‌های دشوار و پیچیده و سوال‌هایی را که نمره کمی دارند به آخر موکول کنید. 4. در تست های چندگانه و انتخابی که می توانند نمره منفی بیاورند
به حدس و گمان و شانس متوسل نشوید، بلکه با اطمینان از درستی آنها جواب لازم را بدهید. معمولا انتخاب نخست بهترین ها هستند. با این حال پس از آن که از جواب خود مطمئن شدید جواب بدهید. 5. در پرسش های تحقیقی قبل از نوشتن خوب فکر کنید. ابتدا یک نقشه ذهنی ترسیم کنید. موضوع در مرکز قرار گیرد و نکات فرعی از نقطه مرکزی منشعب شوند. همان گونه که در مدرسه هم آموخته اید، خلاصه ای از موضوع تحقیقی اصلی را در پاراگراف اول بیاورید و می توانید نکاتی را که در طرح ذهنی رسم کرده اید در آن وارد نمایید و با آوردن مثال ها، مستندات و گفته هایی که خوانده و شنیده اید آن را به پایان برسانید. 6. ورقه امتحانی خود را مرور کنید. یادتان باشد به محض تکمیل ورقه سالن را ترک نکنید. یک بار دیگر نگاهی به آن بیندازید تا نکته‌ای جا نمانده باشد. آیا تمام سوال‌ها را جواب داده‌اید؟ غلط‌های دستوری، لغات ناخوانا و اشتباهات ریاضی را از نو مرور کنید. با نگاهی که به ورقه خود می‌کنید، اگر سطری یا مطلبی جا افتاده باشد، آن را تکمیل نمایید. 7. درباره مباحثی که معلم و استاد سر کلاس مطرح و بر آنها تأکید کردند دقت لازم داشته باشید و آنها را به خاطر بسپارید. استرس خوب است، ولی استرسی نباید بود. علاوه بر دانش آموزان و شرکت کنندگان در کنکورها، همه کسانی که سر و کارشان به صحنه می افتد، مثل هنرپیشگان، هنرمندان، موسیقیدانان، نوازندگان، سخنرانان و یا پهلوانان و قهرمانان و ورزشکاران، همگان این تجربه را آموختند که اندکی استرس بر انرژیشان می افزاید و زیادی از آن می تواند به صورت دشمنی درآید و آتش توان و استعدادشان را خاموش کند. استرس مفرد می تواند آموخته ها را از ذهن پاک کند و شخص را دچار اشتباه سازد و از گردونه رقابت ها خارج کند. مهارت و ظرافت کار در این است که چگونه این عنصر مهم را مورد استفاده قرار داد که تعادل بین افراط و تفریط آن حفظ شود و خلاقیت و توان و ابتکار شخص را خدشه‌دار نسازد. شایان ذکر آنکه شماری از افرادی که به مقتضای شغل و حرفه و یا به هر دلیلی در تمام اوقات یا در ساعت‌هایی از شبانه روز که بر روی صحنه ظاهر می‌شوند، چنان که خود اعتراف کردند، هر بار دچار استرس گشته و تا حدودی دستپاچه و مشوش شدند، هرچند پس از مدتی توانستند بر خود مسلط شوند و نقش خود را ایفا کنند. اینان به گفته خود همواره بیم این داشتند نکند اشتباهی مرتکب شوند و نقش خیش را فراموش کنند، و یا اگر خواننده یا نوازنده هستند دوتای آواز و ساز خود را از یاد ببرند و یا غلط اجرا کنند و پاتوق بزنند و دچار لکنت زبان شوند. بسیاری از این اشخاص از اینکه پیوسته در معرض نگاه‌های تماشاچیان قرار دارند احساس عذاب می‌کنند و به ویژه از منتقدانی که همیشه در بین تماشاچیان حضور دارند خوف و هراس فزونتری حس می‌کنند و همین امر باعث می شود تا دست و پای خود را گم کنند و تا لحظاتی نتوانند بر خویش مسلط شوند. 4. حالت استرس. افرادی که در معرض حمله های استرسی قرار می گیرند 4 حالت پیدا می کنند که برای به دست آوردن واکنش های نرمال و طبیعی شناخت این حالات ضروری می باشد. الف، در جا خوش شدن و از حرکت باز ماندن. شخصی که زیر ضربه های استرس و فشار ناشی از آن قرار می گیرد ممکن است توان مقابله و عکس العمل خود را طوری از دست بدهد که همچون صاعقه زدگان بر جای خوش شود و از هر حرکتی باز ماند.
در آن حالت از اقدام به هر عملی واهمه می کند و از گرفتن تصمیم به دلیل آنکه می ترسد غلط باشد سرباز می زند. مدتی به همین حال می ماند، در صورتی که در آن موقعیت خیلی دلش می خواهد کسی را گیر بیاورد تا با وی مشورت کند و احیانا تقصیر کارها را به گردن او بیاندازد و خود از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. در این بحث است که مهارت‌های لازم برای حل مشکلات و مسائل را یکسره از یاد می‌برد و یا قادر به بهره‌گیری از آنها نمی‌شود یا در معرض گرایش‌ها و گزینه‌های متفاوتی قرار می‌گیرد که به سر وی هجوم می‌آورد و او قادر به انتخاب هیچ یک از آنها نمی‌شود. هیچ پاسخ و راه حلی ولو هرقدر ساده به ذهنش خطور نمی کند. بارها پرونده ها و ارقام و اعداد و پروژه ها را مرور می کند ولی فکرش به جایی نمی رسد. این سوژه منجمد و بی تصمیم مدت ها بر جای می نشیند و هیچ میل و رغبتی به کار و فعالیت و حرکت و جنب و جوش و حتی راه رفتن و صحبت کردن در خود نمی بیند. فشار بیشتر او را منجمدتر و جامدتر و خشکتر می سازد. ب. گریز و گریزگاه. در این حالت فشارهای استرسی سوژه را وادار به گریز از ملکه می کند. از آن بیم دارد که نکند دامی برایش گسترده‌اند و موانعی بر سر راهش تعبیه کرده‌اند تا پس از اینکه به دامش انداختند حمله را آغاز کنند. اجتناب از مسائل و مشکلات استرسا بستگی به شیوه های برخورد وی با این موصلات خواهد داشت. بیشتر گرایش بدان دارد که دیگران را وارد گرفتاری خود سازد تا شاید اینان را مسئول و مقصر بشمارد. هنگامی که از عهده دشواری ها و استرس های خود بر نمی آید و قدرت گریز را هم در خیش نمی یابد، ممکن است به دنیای خیالات و رویاهای خود بخزد و انزوا و گوشه‌نشینی اختیار کند و در این گونه مواقع است که از پای تلویزیون تکان نمی خورد، بیقرار و نامتعادل می شود و شوق و ذوق کار کردن را از دست می دهد و وظایف خود را با ناتمام رها می کند و به سراغ کار دیگری می رود. چه بسا به طور موقت به کشیدن سیگار روی می آورد تا گریزگاهی بیابد و یا به این ترتیب با سیگاری های دیگر دوستی برقرار کند. اگر فرار و خزیدن او در خیش با شکست مواجه شود، راه برای حمله های وحشتزا باز می شود و شاید با تمارض و خود را بیمار نشان دادن راهی را برای فرار از ضربه های فشار استرسی پیدا کند. جنگ و جدال. شخصی که زیر فشار استرس قرار می گیرد به نوعی گرایش به جنگ و ستیز و پرخاشگری پیدا می کند. در واقع ترس است که واکنشی در سوژه ایجاد می کند تا برای تسلیم کردن و ترساندن دیگران حالت تهاجمی به خود بگیرد تا مدعیان و حریفان را از سر راه خود دور کند. معمولاً در این گونه موارد سرزنش و خردگیری از دیگران شیوه و آیین آغازگر جنگ و جدال است تا مجال و فرصت به رقیبان و معترضان ندهد که دست پیش را بگیرند و به ملامت و شماتت بپردازند. در این چالش و کشاکش اشتباهات و خطاهای حریف مطرح می شود و حرفها و غیبتهایی که پشت سر او زده شده در میان گذارده می شود و گله‌گذاری ها غالبا به خشونت و تندی می گراید و تمام این جمله ها برای ایجاد و استقرار امنیت مهاجم صورت می گیرد. هرچند که این افراد خود را قوی و بزن بهادر و مقتدر نشان می دهند ولی در باطن فاقد اعتماد به نفس لازم هستند و به قولی به خود هم شک دارند. این قبیل شخصیت ها که معمولاً کارشان در روی صحنه است، از همه چیز نور و صدا و دکور و سیستم ها و
تجهیزات و غیره ایراد می‌گیرند و جار و جنجال به راه می‌اندازند. اینان بیشتر مایلند به نحوی خود را مطرح کرده و امر و نهی کنند تا به گمان خود از فشارهای وارد برخیش بکاهند. ده تسلیم و رضا. فردی که دچار این حالت است زیر فشار استرس همواره سعی می کند خواسته ها و امیال دیگران را برآورده سازد و این روش را برای پرهیز از فشارهای استرسی برگزیده است. شخص در این حالت خود را مکلف می داند که همه مردم را شاد و خوشحال سازد و در این صورت حاضر از خود را فدای دیگران کند تا اسباب کدورت کسی نشود. نظر به این که هرگز چنین امری هیچگاه صورت وقوع پیدا نمی کند، بنابراین اوست که دچار افسردگی می شود و این امر به صورت خلق و خوی وی در می آید که البته شدت و ضعف هم دارد. گاهی اوقات با فراموش کردن وظیفه‌ای که به عهده خیش انگاشته دچار حالتهای پرخاشگری انفعالی می شود که چرا نتوانسته دیگران را شاد کند و یا کار خیری انجام دهد. این حالت معمولا ریشه در طرز تربیت دوران کودکی شخص دارد که شخصیت متزلزل و ناپایدار و خجولانه از وی ساخته، به ویژه آن که هر قدر تلاش می کند قادر نمی شود دل دیگران را به دست آورد و چون در این فرایند ناکام می ماند و مرزهای سالم ارتباط خود را با دیگران تشخیص نمی دهد، در این صورت مشکلی پیدا می کند که خود از آن سر در نمی آورد. مشکلی که تمام عمر با وی می ماند و به آن خو می گیرد. این رفتار را در هنرپیشگان و اهل صحنه دیده ایم که حرکاتشان پس از مدتی بیروح و تصنعی و فاقد احساس و هیجان و شور و عشق می شود. چنین فردی با این خصوصیت اخلاقی بیشتر دنبال رو هست تا فرمانده و رهبر، زیرا انتخابهای او جنبه افراط و تفرید دارد و با عقل سلیم و خرد سالم بیگانه است. فصل ششم. استرس را از محیط زیست و کار خود دور کنید. با از بین بردن استرس می توان تا حدود زیادی از زندگی شاد و شیرین و آرامی بهره‌مند شد، زیرا اگر محیط کار و خانه مکانی برای رشد و ایجاد فشارهای استرسی شود، شیرینی و حلاوت حیات را در کام انسان تلخ می سازد و هر لحظه آن را با رنج و درد و عذاب همراه می کند. پس اگر محیط زندگانی خود را با آرامش همراه سازیم و شغل و حرفه خیش را به دور از تنش ها نگاه داریم، بیگمان از ضربه های فشار استرسی به مقدار زیاد در امان خواهیم ماند. در این صورت نه تنها بر رونق کسب و کار خود می افزاییم، بلکه شاهد باروری و خلاقیت خیش نیز در تمام زمینه ها خواهیم گشت. این نکته را هرگز از یاد نبریم که برای اشخاصی که زیر فشارهای استرسی قرار دارند، بهره‌مند شدن از یک محیط زیست آرام حائز اهمیت بسیار می باشد. این را هم به خاطر داشته باشیم که افرادی که در معرض حمله های استرسی قرار ندارند، چه بسا از کار کردن در بازار یا دفترهای شلوغ هیچ ناراحتی و رنج و عذابی احساس نمی کنند و هیاهو هم همه برایشان هیچ تأثیری نمی گذارد. به هر حال با اصلاحاتی که هر کس در محیط کار و زیست خود به عمل می آورد، طبعا از شدت تنش ها و استرس ها و فشار ها و ضربه های ناشی از آن می کاهد و زندگی آرام و بدون استرابی را سپری می نماید. برای رسیدن به این مقصود جا دارد به این نکات توجه شود. وضع هوا و تهویه، نور و روشنایی، دکوراسیون و نظافت، سر و صدا، مبلمان و چیدمان اساسیه، فضایی که به شخص تعلق می گیرد.
وضع هوا. هوای بد اگر با کیفیت ناخوشایند و آزاردهنده همراه شود، واقعا می تواند زندگی را ناگوار و تلخ سازد. عوامل زیر در ایجاد چنین هوایی مسئول و مقصر شناخته شدند: دودها، تهویه نامناسب، گرمایش، یونیزاسیون با دستگاه‌های برقی که به درستی کار نکنند، آلودگی، مواد پاک کننده و شوینده فرش‌ها و غیره، رطوبت و یا خشکی زیاده از حد. تردیدی نیست که با اجرای اصلاحاتی میتوان وضع هوا را در داخل خانه و محیط کار عوض کرد و از شدت استرس ناشی از آن کاست. سیگار کشیدن را قدغن کرد. در صورت امکان پنجره ها را باز نگاه داشت. یک دستگاه یونساز تعبیه کرد تا یونهای آلوده ای را که محتملاً توسط جنراتورها و مولدهای برق و بادبزنها ایجاد شده از بین برد. در محلهایی که هوای بی انداز خشک دارد از گیاهان مخصوص بهره گرفت. این قبیل گیاهان با تبخیری که انجام می دهند رطوبت مناسب محیط زیست را تولید می کنند. از سوی دیگر این گیاهان میزان اکسیژنی را که کاسته شده جبران خواهند کرد و از آلودگی هوا خواهند کاست. نور و روشنایی. نور بد و تند و تابش شدید و مستقیم آن به چشمان می تواند خستگی و درد را موجب شود. نور چراغ‌های فلورسنتی در دراز مدت می تواند چنین عوارضی را به وجود آورد. آنچه باید مورد توجه شخص قرار گیرد کیفیت نور است که می تواند از اهمیت فراوانی برخوردار شود. مثلا شماری از مردم هنگامی که در معرض تابش نور خورشید قرار می گیرند احساس شادمانی و لذت به خصوصی می کنند. طبیعی است که این حالت در اثر آزاد شدن مواد شیمیایی در بدن صورت می گیرد و همین فرایند است که احساس آرامش و آسودگی می دهد. حال آنکه نور مصنوعی که معمولاً دارای پرتوهایی با طول موجهای مشخص است، همان تأثیری را که آفتاب بر انسان می بخشد ایجاد نمی کند. با باز کردن پنجره و یا قرار دادن چراغی روی میز می توان این حالت را تجربه کرد. شک نداشته باشید که به سرعت شاهد بهبود کیفیت کارتان خواهید شد. دکوراسیون و تمیزی محیط. اگر خانه یا محل کارتان کثیف و درهم برهم و شلختوار است، نشان دهنده بی‌توجهی و غفلت صاحب خانه است. امری که می تواند استرس زا باشد و حتی به تشویش و پریشانی و اضطراب دائمی او بیانجامد. ضمناً این موضوع را نباید از یاد بود که مراعات نظافت وسواس‌گونه می تواند خود استرس زا شود. این را هم به خاطر داشته باشیم که هر کس بنابر سلیقه‌ای که دارد محیط کار و زندگی خود را منظم می کند و نظیف و پاکیزه می سازد و طبعاً رعایت اصول بهداشتی یکی از این موارد خواهد بود. سر و صدا. هیاهو و سر و صدا می تواند یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده استرس باشد. کار کردن در محیطی که پر سر و صداست قدرت تمرکز فرد را کاهش می دهد. کارمندی که در یک دفتر وسیع و سالن پر رفت آمد کار می کند و با ارباب رجوع فراوان سر و کار دارد و دائما صداهای دستگاه‌ها، کامپیوترها، ماشین تحلیل و حساب و غیره در فضا تنین انداز می شود، طبعا فشارهای ناشی از آن به فقدان دقت و توجه لازم و کاسته شدن از کیفیت کار او منجر می شود. زنگ های ممتد تلفن ها در این گونه اماکن نه تنها پیام گیرنده بلکه تمام کسانی را که در آن محبته به کار اشتغال دارند تحت تأثیر قرار می دهد که بر اینها بایستی انواع
سردردها، عصبیتها، تنشهای گوناگون را نیز اضافه کرد و دیدیم که راه حل‌هایی نیز برای مقابله با آلودگی‌های صوتی محیط کار در نظر گرفته شده است. نصب پارتیشن، جدارهای جدا کننده، در نظر گرفتن اتاقک‌هایی برای مراجعه و استقرار ارباب‌رجوع، بهره‌گیری از سالن‌ها و اتاق‌هایی که کارکنان متخصص نیاز به تمرکز بیشتری دارند و یا نصب صداگیر و اگر هیچ یک مؤثر واقع نشد گذاشتن گوشی در گوش تا از نفوذ هر صدایی جلوگیری کند. سر و صدا در خانه، هیاهو و جار و جنجال هایی که در محیط خانه برپا می شود زیانبارتر از سر و صداهای محل کار می باشد. اگر همسایه یا یکی از افراد خانواده با موسیقی تند و حتی صداهای ناهنجار آرامش خانه را برهم بزند و برخورد و مقابله و خواهش و تمنا و تذکر هم تأثیری در کاهش آلودگی صوتی نداشته باشد، بهتران است که شخص گوشه ای از منزل را مثلا اتاق کودکان یا پستو یا اتاق کوچکی را انتخاب نماید و به آنجا برود تا شاید مشکل صوتی برایش حل شود و از دقایق پرتنش و استرابالودی که سپری می کند کاسته شود. اگر سر و صداها از خیابان و از بیرون وارد خانه می شود، با دولایه کردن شیشه ها تا حد زیادی می توان از رسوخ آن به داخل جلوگیری کرد. مبلمان و اساسیه کانون دیگر استرس، تنش ها و انقباضات عضلانی است که عامل آن مبلمان و اسباب و اساس خانه از قبیل میز و صندلی و غیره به شمار می آید، زیرا با به قدر کافی راحت نیستند و یا خود شخص به راحتی روی آنها جای نمی گیرد و به نحوی از آنها استفاده می کند که موجب عذاب و آزارش می شود. شایدترین عواقب آن پشت درد و کمردرد هاست که بایستی نسبت به آنها توجه کافی مبذول شود، به خصوص در محیط کار که شخص ناچار از ساعتها نشستن بر روی صندلی می باشد. سهلنگاری و بی‌توجهی در این مورد می تواند به دردهای مزمن و دیرپا منجر گردد. اگر سر و کارتان با کامپیوتر است، این نکته را به خاطر بسپارید که مانیتور و صفحه کلید در محلی مناسب دید قرار گیرند تا آسیب به بدن و به خصوص بینایی شخص وارد نسازند. اگر به هنگام تایپ و تحریر مطالب احساس سوزش و دردهایی در تاندونهای دستهای خود می کنید، حتما از کیبوردهای موسوم به طبیعی استفاده کنید و اگر پس از مدتی نگاه کردن به مانیتور احساس سردرد کردید و یا از چشمانتان آب را افتاد و سوزش و درد پیدا کرد، بیدرنگ کار را تعطیل کنید و به استراحت بپردازید. فضای مناسب برای کار و زندگی. هر کس این نکته را باید بداند که برای کار و زندگی و سکوت نیاز به فضای مناسبی دارد. چه بسا شما هم کار کردن پشت یک میز کار شلوغ و نامنظم و خوابیدن هر شب در یک هتل و یا مسافرخانه را تجربه کرده باشید و شاید متوجه عوارض ناشی از این امر، دردهای عضلانی و عصبی و انواع استرس های ناشی از آن شده باشید. چه بسا که غافل از این موضوع مانده اید که نداشتن قدرت مدیریت کافی در این مورد چنین عواقبی را برایتان به وجود آورده است. شاید هم بعضی اوقات آشنایانی سرزده می آیند و مهمان ناخوانده می شوند و کانون دنج و آرام و دلخواهی را که برای خود درست کرده اید برهم می زنند و آرامشتان را سلب می کنند و موقعیت های ناگواری برایتان به وجود می آورند. به هر حال اگر امکان برخوردار بودن از یک فضای مناسب، اتاق یا دفتر مستقل برایتان میسر نیست، می توانید با پارتیشن ها و جدا کننده ها و پرده و دیوار ها و جز اینها محیط کار و مسکنی آرام برای خود فراهم نمایید و آن را با اساسیه و مبلمانی که اسباب راحتی و آسودگی تان را فراهم بسازد آراسته و تزئین نمایید.
در صورتی که امکان استفاده و برخورداری از هیچ فضای مناسبی برای تان ممکن نبود، حداقل می توانید وسایل شخصی و مورد علاقه خود را مثل گلدانها، عکس‌های خانوادگی و غیره را روی میز کارتان قرار دهید و به نوعی آرامش خیال در خویش ایجاد کنید. مدیران بعضی از شرکت‌های بزرگ این نکته را مورد توجه قرار دادند که فضای خاص و انحصاری برای کارمندان خود در نظر نگیرند. فلسفه‌شان این است که کارکنان، به خصوص آنهایی که با مشتری و ارباب وجود سر و کار دارند، بایستی در اتاق‌های مکعبی شکل کوچکی مستقر شوند تا به هر حال زیر نظر قرار داشته باشند. در این صورت توصیه ما این است که اگر در چنین شرکت‌هایی کار می‌کنید که فضای مناسب و مستقل برای کارمندان فعال خود منظور نمی‌کنند، بهتر است به فکر پیدا کردن شغل دیگری برایید. فصل هفتم، با فشارهای استرس چگونه مقابله کنیم؟ بسیاری از مردم ناخودآگاه زیر حمله های شدید استرسی قرار می گیرند و زمانی به آن پی می برند که روان درمانگری حاذق نمونه های بارز آن را تشخیص داده باشد. ساده ترین تعریفی که از استرس بالا یا شاید شدید می توان کرد این است که وقتی که فردی در زیر ضربه های قوی و کوبنده فشارهای جسمی و روحی قرار می گیرد، گویی سلول های مغزی وی توسط پیام رسان های شیمیایی به گفتگو با هم می پردازد، چرا که در این گونه مواقع، یعنی در استرس شدید، از وظایف و فعالیت های مغز کاسته می شود و در این حالت مغز نخستین علائم خود را آشکار می سازد که نشانه های آن بیخوابی یا مختل شدن خواب است و در پی آن دردهای طاقت فرسای جسمانی از راه می رسد و اضطراب و افسردگی نیز به دنبال آن می آید و مجموعاً شرایطی را به وجود می آورند که آن را اصطلاحاً استرس شدید یا بالا می نامند. در گذشته شماری از عوارض مثل الکلیسم و قمار و اعتیادها و حتی بازی‌های رایانه‌ای را نیز جزء گروه استرس‌های بالا شمردند و هر یک را جداگانه مورد بررسی و ملاحظه قرار دادند. ولی امروزه نشانه‌های هر یک از این بیماری‌ها را علامت بدکار کردن عناصر شیمیایی مغز قلمداد کرده و درباره عملکرد مشخص هر یک از این عناصر که آنان را پیام‌رسان‌های شیمیایی مغز نام نهاده‌اند، پژوهش و مطالعات جامعی صورت گرفته است. به این علت در سال‌های اخیر با ابزارها و موادی که در اختیار مبتلایان به حمله‌های استرسی و روانی قرار می‌دهند، آنان را از ضربه‌های شدید فشارهای استرسی در امان نگاه می‌دارد تا دست کم شب‌ها را به راحتی بخوابند و از شر دردهای توانفرسا رهایی پیدا کنند و انواع اضطراب‌ها و ناخوشی‌ها را از جسم و جان خیش دور کنند و به سلامتی کامل دست یابند. روش‌های درمانی. بسیاری از مردم برای مهار کردن استرس‌های خود به موادی روی می‌آورند که آنها را کیف‌آور نامیده‌اند، موادی که پیک‌های شادی آفرین نامیده شدند که در بد و امر شاید از بار درد و رنج مبتلایان می‌کاهند، ولی به تدریج که اثرات خود را از دست می‌دهند، هر قدر هم بر مصرف آنها افسوده شود، نه تنها هیچ تأثیری بر شخص نمی‌بخشند که بر استرس و اضطراب و در نهایت افسردگی و نومیدی وی نیز می‌افزایند. گرچه در مراحل نخستین مصرف و استعمال آنها اندکی سرخوشی، راحتی، بیخیالی و مختصری آرامش به همراه می آورند، ولی با خو گرفتن ارگانیسم به این مواد، تنها چیزی که نصیب معتاد می شود دردهای جسمانی و اختلالات عصبی و روانی و تنشهای مداوم و دلهوره های تمام ناشدنی و یأس و دلمردگی و بریدن از زندگی است.
مهمترین کاری که فرد گرفتار در این گونه موارد بایستی انجام بدهد قطع و ترک موادی است که مصرف می کند و ناخواسته به آن وابسته شده و تعادل و توازن جسم و روح خیش را برهم زده و از دست داده است. نخست به تعریف موادی می پردازیم که آنها را شادی آور نامیدند و در وهله دیگر با طرز کار پیام رسانان شادی در مغز آشنا می شویم. تقریبا حدود 3 دهه پیش بود که دانشمندان دریافتند سلول های مغزی قادرند با هم تماس و ارتباط برقرار کنند و حتی با شیوه های خاص خود با هم گفتگو نمایند و علائمی مخابره کنند. به گونه ای که در یک روز میلیون ها پیام بین این سلول ها رد و بدل می شود و این وظیفه را همان پیام رسانان شادی توسط سیستم آندروفین انجام می دهند. پیام های دیگری که مبادله می کنند معمولا تاریخ غم‌انگیز و یا رخوت بخش هستند و این بار به وسیله پیک های غم و اندوه منتقل می شوند. نکته اینجاست که تمام پایانه های عصبی هر دو نوع پیام ها را دریافت می دارند و زمانی اوضاع بر وفق مراد می شود که بین این دو نوع پیام تعادل لازم برقرار گردد. استرس به هر حال مشکلاتی در عملکرد پیام آوران شادی ایجاد می کند. هنگامی که شخص زندگی آرام و بدون دغدغه‌ای را سپری می کند، پیام آوران شادی با تقاضای فراوان مواجه می شوند. ولی با افزایش استرس این روند رو به کاهش می گذارد و تحویل آنها با اشکال روبرو می گردد. در این هنگام است که مراکز عصبی مهم مغز ناگزیر پیام های غم‌انگیز و اندوهناک را دریافت می کنند و کلن مغز به صورت یک پارچه دچار اختلال و آشفتگی می شود و این حالتی است که آن را استرس شدید یا بالا نامیده اند. فردی که گرفتار چنین حالتی می شود احساس می کند که زندگی مخشوش و منقلبی پیدا کرده و شادمانی از آن رخت بربسته و ملال و اندوه جای آن را گرفته است. خستگی مفرد رهایش نمی کند و بیخوابی آزارش می دهد. سردرد و دردهای جور و واجور به سراغش می آیند و همواره خود را بیحال و بیرمق و ناتوان می یابد. مضطرب و افسرده می شود و قدرت رویارویی با زندگی و ناملایمات را از دست می دهد. در گذشته های نچندان دور هر کس که دچار این گونه عوارض می شد بیدرنگ به او برچسب بیمار روانی می زدند و بر طبق این تشخیص به درمان او می پرداختند. ولی امروزه درمانگران به محض برخورد با چنین نشانه هایی می کوشند تا کارکرد پیام‌آوران شادی را در مغز مورد معاینه و بررسی قرار دهند و به درمان و ترمیم آنها بپردازند. ساعت بدن و 3 پیام‌رسان شادی مغز. برای شناخت بیشتر فرایند پیام‌رسانان شادی مغز و همچنین کاربرد استرس در برخی افراد به طرز کار و جایگاه آنها در زندگی اشاره کوتاه خواهیم داشت. 3 پیام‌رسان در مغز عبارتند از سروتونین، نورادرنالین، دوپامین، 3 عنصری که در مقابله با استرس توان و تعادل خود را از دست می دهند و در اجرای وظایف خود دچار اختلال و بی‌نظمی می‌شوند. در زیر جداگانه به شرح فعالیت‌های هر یک می‌پردازیم. سروتونین ماده‌ای است که بایستی به خوبی در مغز کار کند تا شخص خوابی خوش و راحت داشته باشد. به عبارت بهتر این پیام رسان شادی وظیفه دارد تا اطمینان حاصل کند که دستگاه فیزیولوژی بدن برای خواب تنظیم شده است. اگر در کار این ماده اختلالی روی دهد، تلاش شخص برای خوابیدن به هیچ جا نخواهد رسید. در واقع
در مغز هر یک از ما دستگاهی تعبیه شده که بهتر از آن را ساعت بدن بنامیم. ساعتی که همچون یک رهبر ارکستر وظیفه دارد سایر دستگاه‌های ارگانیسم را هماهنگ کند تا از نوت خارج نشوند و سر خودسازی ننوازند و تکنوازی نکنند. این ساعت حساس در مرکز مغز و در میان گروه کوچکی از سلول‌ها قرار گرفته که اصطلاحاً آن را قده صنوبری یا هیپوفیز می‌نامند و در درون آن انبار و مخزنی از پیام‌رسانان سروتونین قرار دارد که شاه‌فنر اصلی و ماده شیمیایی ساعت بدن را تشکیل می‌دهد. جالب اینجاست که هر روز سروتونین با فعل و انفعالات شیمیایی با ماده دیگری به نام ملاتونین ترکیب می‌گردد و متعاقباً ملاتونین هم در برگشت خود با سروتونین ترکیب می‌شود و این روند و سیکل از سروتونین به ملاتونین و بالعکس دقیقاً 25 ساعت طول می‌کشد و همین فرایند ساعت بدن را شکل می‌دهد. 25 ساعت بله درست فهمیدید. یعنی در موقعیت‌ها و شرایطی که شخص در محیطی خاص مثلا درون غاری به سر می‌برد که هفته‌ها از نور و روشنایی کافی محروم باشد، گردش ساعت ارگانیسم به 25 ساعت می‌رسد. اما در صورتی که شخص در وضع طبیعی و مناسبی قرار بگیرد که از نور و تاریکی به اندازه کافی بهره‌مند شود، قده صنوبری آنگاه خود را با موقعیت جدید تطبیق می دهد و ساعت بدن را در 24 ساعت کوک و تنظیم می کند. یعنی ساعت بدن با گردش روزانه زمین هماهنگ می شود. به عنوان مثال، ظهر قده صنوبری ظهر همان روز در روی زمین خواهد بود، وگرنه این قده در نور و روشنایی روز قرار می‌گیرد و هر ساعت بدن نه جلو خواهد رفت و نه عقب، بلکه با گردش سیاره‌ای که در روی آن زیست می‌کند خود را تطبیق و هماهنگ می‌سازد. به هر حال این نکته را همیشه به خاطر داشته باشیم که ساعت بدن در تمام مدت 24 ساعت بایستی کوک و میزان و دقیق باشد و مواد شیمیایی بدن را برای خوابیدن و همچنین بیدار شدن حاضر و آماده کند. ساعت بدن فیزیولوژی ارگانیسم ما را به گونه‌ای تنظیم می کند که تا وقت خوابمان می رسد به چرت و خمیازه می افتیم و همین فرایند را برای بیداری انجام می دهد تا شخص چشم باز کند و سبکبار و راحت از بستر بیرون بیاید. گفتیم که ساعت بدن هماهنگ کننده و رهبر ارکستر فیزیولوژی جسم است. سه نوازنده اصلی و مهم این ارکستر عبارتند از دمای بدن، هورمون‌های مربوط به جنگ و پیکار و سیکل‌ها و دوره‌های خواب. هر یک از این سه عنصر می‌بایستی با ساعت بدن هماهنگی کامل داشته باشد تا شخص خوب و خوش بخوابد و شاداب و سرحال از خواب بیدار شود و به خوبی استراحت کرده و خستگی را از تن زدوده باشد. دما و ساعت بدن. در 24 ساعت شبانه روز دمای بدن تا 1 درجه متغیر می شود و بالا و پایین می رود. هنگام برخاستن از خواب و بیرون آمدن از بستر و دنبال کار و فعالیت‌های روزانه رفتن موجب آن می‌شود تا دمای بدن مختصری بالا رود. به عکس هنگام خوابیدن دما اندکی پایین می‌آید. همه ما خواب رفتن در شب‌های گرم را تجربه کرده‌ایم که چگونه به خود می‌پیچیم و قلط و قلط می‌زنیم و از بی‌خوابی کلافه می‌شویم و آرزوی خنکی هوا را داریم تا شاید چشمانمان گرم شود و خوابمان بگیرد. طبیعی است که این امر در بستری نرم با هوای ملایم فوراً میسر می شود
به هر حال برای برخوردار شدن از خواب خوش شبانه بایستی ترموستات ارگانیسم را با ساعت بدن کوک و تنظیم کرد و آن را تا حدودی در درجه پایین قرار داد. ساعت بدن و هورمون‌های استرس جنگی. بدن مجهز به هورمون‌هایی است که اصطلاحاً آن را کورتیزول می‌نامند. هورمون‌هایی که برای جنگ و ستیز آماده‌اند و در این حال بسیار حیاتی هستند. وقتی میزان کورتیزول بالا می‌رود، شخص آمادگی جنگ و دعوا پیدا می‌کند. و یا اگر در موقعیت‌ها و شرایطی چون گرسنگی، زخم، خونریزی، دعوا یا فرار قرار بگیرد، مقدار کورتیزول او دچار نوسان می‌شود. ولی در حالت معمولی از شدت کورتیزول کاسته می شود و این میزان در خواب و استراحت به حداقل می رسد تا شخص آمادگی خفتن را پیدا کند. طبیعی است که برای برخوردار شدن از یک خواب خوش و راحت و خوب و سرحال بیدار شدن، دمای بدن با افزایش و کاهش کورتیزول از اهمیت خاص برخوردار می شود. با کمترین کاهشی که در این هورمون‌ها به وجود می آید، بلافاصله در کیفیت خواب شخص تأثیر می گذارد. امری که بارها این تجربه را هر یک از ما آزموده ایم. ساعت بدن و سیکل خواب. پس از خوابیدن و بعد از آنکه معمولاً و به تدریج خواب عمیق و عمیق‌تر شد، آنگاه به مرحله‌ای می رسد که عمق خواب حالت سکون پیدا می کند و سبک و سبکتر می شود و سپس نوبت ظاهر شدن رویاها می رسد. این دور همچنان ادامه می یابد و هر 90 دقیقه یک بار این سیکل تجدید می شود. در اوایل شب معمولاً این روند تا رسیدن به مرحله سکون نسبتاً طولانی تر می باشد. با گذشت ساعتی از خواب شبانه، مدت زمانی که مصروف این خواب شده کاهش می کند. تا سوژه زمانهای زیادتری را صرف دیدن رویاها نماید. بدیهی است که تمام این حالات توسط ساعت بدن تنظیم می شود. استرس خواب را مختل می کند. بار دیگر به مرور مطلبی که درباره ساعت بدن و ارتباط آن با هورمون‌های تنظیم کننده دما و جنگ و جدال استرسی و سیکل خواب بیان شد می پردازی. گفتیم که برای خواب خوش داشتن و سرحال و سبک بیدار شدن، ساعت بدن بایستی خوب کار کند و کوک باشد. پیام رسان شادی سروتونین شاه فنر این ساعت است و در نتیجه اگر استرس موجب کاهش ترشحات این هورمون بشود، ابتدا ساعت بدن نظم خود را از دست می دهد و تند و کند کار می کند و یا از کار می افتد و شخص از خواب خوش و آرام محروم می شود و در این باره هر قدر تلاش کند بی ثمر خواهد بود و خواب به چشمانش را نخواهد یافت. نورادرنالین پیام رسان انرژی بخش. مطمئناً بسیاری با هورمون آدرنالین آشنا هستند. وقتی که به وحشت می افتیم و دچار ترس می شویم، آدرنالین از غدد آدرنال شروع به ترشح در سیستم گردش خون می کند. تپش قلب شدید می شود و خون از پوست و روده ها و دستگاه گوارش منحرف شده و به طرف عضلات روان می شود. دانه های علق روی پیشانی و کف دست ها ظاهر می شوند. در این حال شخص آماده برای جنگ یا گریز می شود. یکی از نزدیکان و به اصطلاح پسرعموهای آدرنالین همان نورادرنالین است که آن هم از پیام‌رسانان شادی است و در دستگاه اعصاب نقش مهمی ایفا می کند که یکی از مهمترین نقش‌های آن تنظیم سطح نیرو و انرژی بدن است تا شخص احساس کند از انرژی کافی برخوردار است. حال اگر این هورمون در مغز کاهش پیدا کند، فرد احساس خستگی شدید و بیحالی و بیرمقی می کند و میل به انجام هیچ کاری را در خود نمی یابد
و فقط دلش می خواهد در جایی بنشیند و تکان نخورد. افراد محروم از نورادرنالین روز به روز احساس بیحالی و بیحسی بیشتری می کنند. گویی جان در تن ندارند و به اتومبیلی می مانند که باتری ضعیفی دارد و به سختی استارت می خورد و سرانجام روزی از روشن شدن و حرکت باز می مانند. دوپامین، کانون درد و لذت. مورفین و هروئین را دو ماده ای دانستند که التیمام بخش دردهای جسمانی هستند و ضمناً کیف‌آور بودند، ولی با پیشرفت دانش اکنون این موضوع به اثبات رسیده که مغز انسان قادر است تا حدودی از این گونه مواد مثل مورفین طبیعی مولکول‌هایی که در مغز به قدر کافی وجود دارند و آندروپین نامند و مسئولیت لحظه به لحظه تنظیم اطلاع رسانی دردهای ما را بر عهده دارند تولید کند. فرایند کار به این ترتیب است: با ترشح آندروپین از شدت درد کاسته می شود و پس از آن که درد از بین رفت، میزان ترشح این هورمون کم می شود تا به موقع شخص را از دردی که به وجود آمده آگاه سازد. بررسی هایی که بر روی مکانیسم اندروفین صورت گرفته نشان می دهد که میزان مقاومت انسان ها در مقابل دردهای یکسان با هم تفاوت پیدا می کند. در قدیم این امر را به فکر و مغز و آنچه در سر انسان می گذشت ربط می دادند، ولی امروزه این امر ثابت گشته که میزان ترشح این پیام رسانان اساساً نقش عمده‌ای در تنظیم و کنترل شدت و ضعف درد ایفا می کند. به عنوان مثال، شخصی که از یک زخم کوچک فریادش به آسمان بلند می شود، طبعا مقدار ترشح اندروفین در او یا اندک است و یا برای مقابله با درد به قدر کافی نیست. جالب اینجاست که دوپامین یکی از پیام رسانان شادی به محض اینکه اندروفین به سوی کانون درد سرریز می شود، این هورمون فوراً جای خالی آن را پر می کند. شگفت‌تر آنکه با کم شدن میزان ترشح دوپامین از شدت فعالیت اندروفین نیز کاسته می شود و این امر موقعی روی می دهد که استرس شدید حمله ها و ضربه های کوبنده خود را شروع کرده و طبعا مانع فعالیت های هورمون های شیمیایی مغز شده باشد. در واقع به هنگام ایجاد درد در انسان بر میزان ترشح اندروفین افسوده می شود تا از حساسیت شخص نسبت به درد کاسته شود. نکته دیگر آن که دوپامین کانون لذت بدن را نیز اراده و هدایت می کند و این همان بخشی است که زندگی ما را از شیرینی و شادی بهره‌مند می سازد. تردیدی وجود ندارد که هنگامی که استرس وارد عمل می شود و شخص را زیر فشارها و ضربه های خود می گیرد، بر وظایف دوپامین تأثیر می‌گذارد و کانون لذت و خوشی آدمی غیر فعال می‌گردد و معمولاً در این گونه مواقع هیچ چیزی قادر به ایجاد شادی و خوشی در شخص نمی‌گردد و با اختلالاتی که در عملکرد این دو پیام‌رسان شادی به وجود می‌آید، زندگی برای وی دردناک و غمبار و کسل کننده می‌شود و در پی آن اختلالات خواب، دردهای مبهم جسمانی و رنج‌های روحی نامشخص و بی‌دلیل و خستگی مفرط و افسردگی و دمدمی مزاجی و حمله‌های استراب و دلهوره و چه بسا اعتیادهای جور و جور بر وی هجوم می‌آورند و آرامش او را سلب می‌کنند. در این حالت است که آدمی به دنبال گریزگاه و دستاویزی می گردد تا از وضعی که بدان گرفتار آمده
خود را رها و آزاد سازد. آنگاه بی آنکه خود بداند در صدد رفع کمبود مواد ترشح کننده پیام رسانان شادی مغز برمی آید، تا اگر حتی به طور موقت هم که شده خود را از حالت دمق و خلق اندوهناکی که پیدا کرده نجات دهد. البته طبیعت سخاوتمند و گشاده دست نیز هرگز مخلوق خود را از مواهب و نعمتهای خیش محروم نمی سازد. آدمی مختار است تا هر چه دلش می خواهد، از نوشیدنی و خوراکی گرفته تا رایه‌های درنگیز و نشاط‌آور و مکیف و مواد تزریقی و غیره را از آن خود سازد، تا غم بیهوده نخورد و هر دم از عمر را به شادی و سرخوشی سپری کند و هر گونه استرسی را از جسم و جان خویش دور سازد. لیکن غافل از این که برخی از این مواد اثری کوتاه مدت دارد و در دراز مدت نه تنها کارایی و تأثیر خود را از دست می دهد، بلکه عوارض زیانبار خود را بر ارگانیسم بر جای می گذارد و خود به صورت یکی از عوامل و کانونهای استرس در می آید. پس به این نتیجه می رسیم که موادی که آنها را مکیف و نشاط‌آور و شادی بخش نامیدیم، شاید به طور موقت هم که شده خوابی آرام و خوش ایجاد کنند و یا از شدت دردها بکاهند و اعصاب را آرامش بخشند و انرژی و نیرو بدهند، ولی تردید وجود ندارد که با گذشت زمان اثرات تخدیر کننده آنها از بین می روند. در زیر فهرستی از این مواد را که معمولاً مورد استفاده استرس ها قرار می گیرد ذکر می کنیم و انکار هم نمی کنیم که این مواد قادرند در سطح پیام رسانان شادی مغز تغییرات و دگرگونی هایی به وجود آورند که البته به نکات منفی و مثبت آن من جمله اشاره کرده ایم. قندها: گلوکوز مثل عسل، لاکتوز مثل شیر، فروکتوز ماده شهدی میوه، ساکاروز نیشکر را اصطلاحاً قندهای ساده نامیدند. مولکول‌های ساده و ریز قندی که به سهولت توسط بدن جذب می شوند و این فرایند چنان به سرعت انجام می گیرد که گویی مقداری عسل را زیر زبان نهاده و یا مواد مشابهی را در رگ‌ها تزریق کرده باشیم. افزایش سریع قند خون باعث بالا رفتن سطح پیام رسانان شادی می شود. به این ترتیب قندها را یکی از متداول‌ترین مکیف‌ها به شمار آورده‌اند. کافئین: کافئین یکی از مواد فعال مغذی است که با جریان گردش خون وارد مغز می‌شود تا به صورت عاملی برای افزایش سطح پیام رسانان شادی درآید. همگان از نیروی انرژی بخش کافئین آگاه هستند و حتی آن را در ردیف دوم مکیف‌هایی به شمار آوردند که از دیرباز مورد استفاده قرار می‌گرفته است. شایان ذکر است که کافئین نه تنها در قهوه بلکه در شکلات و سودا و چای هم وجود دارد. الکل را یکی از مکیف‌هایی شمردند که بعضاً در تنظیم ساعت بدن نیز مؤثر بوده است. خواب را تسهیل کرده، حالت زورمندی و در عین حال ستیزه جویانه به مصرف کننده داده است. گرچه با مرور زمان فرد الکلیک برای انجام ساده ترین کارها، خواه خفتن باشد یا در حضور جمع قرار گرفتن، رویارویی با مردم و کار فرمایان و غیره چنان وابسته می شود که نیاز به جرعه پیدا می کند تا جرأت و شهامت مقابله با زندگی را پیدا کند.
مواد حلال. مواد موسوم به حلال می توانند همچون الکل تأثیرات سریعی در مغز ایجاد کنند. به عنوان مثال اسپری ها در صورتی که استنشاق شوند مستقیما وارد مغز می گردند و در بالا بردن سطح پیام رسانان شادی اثر می گذارند. نمونه ای از این مواد را ذکر می کنیم. چسب، مایعات، مواد شوینده، مواد پاک کننده، لاک‌های ناخن و حتی داروهای چشم درد و غیره. لازم به یادآوری است که بسیاری از مردم بیان که از تأثیرات این مواد بر مغز آگاه باشند ناچار از مصرف و استعمال آنها می شوند و ناخواسته در معرض خطرهای ناشی از آنها قرار می گیرند. توتون، تنباکو، ماریجوانا، کوکائین، آمفتامین ها، هروئین. توتون و تنباکو و موادی چون کوکائین و هروئین، تریاک و حشیش و غیره که این روزها در جوامع بشری مصارف فراوانی پیدا کرده و به صورت معضلی در آمده اند، در جمله عناصر نشاط آور و نشاط بخش که تأثیر آنی بر سلول‌های مغز می‌گذارند قلمداد شده‌اند. ضمناً این موضوع را همواره بایستی به خاطر داشت که افزودن مواد زیان‌آور مثل الکل و مواد مخدر از هر نوعش که باشد شاید موقتاً باعث افزایش سطح پیام‌رسانان شادی شوند، ولی در دراز مدت که شخص به آنها معتاد و وابسته می شود، جان و هستی خیش را بر سر استعمار و مصرف آنها می گذارد و زندگی خود و خانوادهش را نابود و تباه می کند. در تحقیقاتی که به عمل آمده، این موضوع به اثبات رسیده که فقط در آمریکا حدود 20 میلیون نفر چنان به این مواد معتاد گشتند که صبح‌ها تا چشم باز می کنند به دنبال ماده مکیفی می گردند تا بتوانند خود را از بستر به بیرون بکشانند. خواه ماده نشاط‌آورشان الکل و سیگار و گرد و جز اینها باشد و یا قهوه و چای و سایر موادی که به آنها اشاره کردیم. اینان بدون بهره‌گیری و استعمال این پیام رسانان احساس می کنند که دارای تعادل کافی نیستند و به اصطلاح چیزی کم دارند. از این رو برای جبران این کمبود به استعمال آنها روی می آورند و ناگزیر همچنان بر میزان آنها می افزایند. گرچه به تدریج در می یابند که به کجراه رفته و نه تنها بیخوابی و تحریک پذیری و زود خشمی و عصبیت و بیقراری و بیثباتی شخصیت و بی ارادگیشان ترمیم نگشته، بلکه روز به روز افسرده تر و کج‌خلق تر شده اند. دانشمندی فرانسوی که در دهه 60 مبحث استرس را عنوان کرد، آن را با این سخن آغاز نمود: استرس الزاماً نمی تواند چیز بدی باشد، بلکه بستگی به نحوه مصرف و استفاده آدمی از آن دارد. اگر طوری با آن مقابله کنیم که بر خلاقیت و بالندگی و موفقیت ما بیانجامد و شور و نشاطمان را فراهم سازد، طبعاً میتواند مثبت و شادی آفرین گردد. ولی اگر شکست و اندوه و استراب و افسردگی را به همراه بیاورد، نوع منفی آن است که باید کنترل و مهار شود. او عقیده داشت که استرس بدون در نظر گرفتن جنبه‌های مثبت یا منفی آن به هر حال می‌بایستی مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است که از آن تاریخ به بعد تحولات زیادی در این نگرش پدید آمده و به خصوص تأثیرات بیوشیمیایی آن از جمیع جهات بررسی و مطالعه شده است. تازه ترین نظریه و تعریفی که توسط لازاروس ارائه شده این است که استرس شرایط و موقعیت‌ها و احساساتی است که
که شخص آن را در برهه‌ای از زمان تجربه می کند که تقاضاها و توقعاتش از حد توان امکانات فردی و اجتماعی وی خارج شده و قادر به تجهیز آنها برای رویارویی با آن نگشته است. انسان تا هنگامی که فرصت و وقت و تجربه و منابع کافی در اختیار داشته باشد، قادر به مهار موقعیت‌های استرسا خواهد بود. ولی اگر احساس کند که شدت حمله استرس به حدی است که تاب مقاومت و مقابله با آن را نخواهد آورد، در این صورت سر تسلیم فرود می آورد و خود را به امواج آن می سپارد تا از تنگنایی که در آن گرفتار آمده خیشتن را برهاند. پس استرس را می توان بر اساس آموزه ها و تجارب و توانایی هر فرد تعریف کرد که چه ادراکی از وضعیت استرسا پیدا می کند و با چه نیروی با آن به مقابله برمی خیزد، که این مواجهه تا حدود زیادی به نحوه تفکر و میزان تجربه شخص بستگی دارد. این نکته را هم به یاد داشته باشیم که عمل تفکر در ناحیه مشخصی از مغز که غشاء مغزی نامیده می شود صورت می گیرد و لایه زیری آن قشر تحتانی غشاء مغزی کنترل حرکات اتوماتیک بدن را بر عهده دارد. وقتی که شخص راه می رود، همین قسمت است که حرکت دست ها و پاها را تنظیم می کند و خون را در عضلات به گردش در می آورد و دما و تنفس بدن را تنظیم می کند و تمام این کارها به طور خودکار و بدون تفکر انجام می شود. روش‌های متفاوتی برای غلبه بر استرس وجود دارد که مهمترین آنها شناخت علائم آن است. همان گونه که یک فرد مبتلا به قند خون نشانه‌هایی از آن را در خود تشخیص می‌دهد، مثل تشنگی، خستگی مفرط، دفع ادرار مکرر و یا لرزش و تنش و عرق کردن که یکی از علائم این بیماری است و بالا و پایین افتادن قند خون، یک استرسی هم بایستی قادر به خواندن علامت‌های این عارضه بشود تا بتواند آن را مهار کرده و بر آن مسلط شود. وقتی که شخص احساس کرد روند خوابش با اشکال و بی‌نظمی روبرو شده و خستگی و بی‌حالی در او شدت یافته و شور و ذوق زندگی را از دست داده و افسرده و بی‌روح و دل‌مرده شده و انواع دردهای جسمانی آزارش می‌دهد، در این صورت بایستی این نشانه ها را مورد توجه قرار دهد و به سادگی از آنها نگذرد. در صفحات قبل برای کنترل این عارضه مطالبی عنوان شد و توضیح دادیم که چگونه می توان با کمک آن ابزارها حمله های استرسی را دفع کرد و تعادل لازم را به ارگانیسم بازگردانید و تنش و استراب و بیخوابی و پژمردگی را که از نشانگان شاخص استرس می باشند از خود دور کرد. همینطور به یاد داشته باشیم که بسیاری از این علائم بستگی زیادی با فعل و انفعالات شیمیایی مغز پیدا می کند که راه را بر آسودگی و خواب و استراحت و سرخوشی ما می بندد. مهم آن است که درد را بشناسیم و برای درمان آن به مکیف‌ها و مقدرهایی که به نوبه خود می تواند مشکل آفرین باشند پناه نبریم. بشر در طول تاریخ همراه با انواع بیماری های واگیردار درگیر بوده است و جانهای بسیاری فنا شده اند تا امروزه با کمک طبیبان حاذق و حکیمان فرزانه بشر از شر آنها خلاصی یافته است. در قرون وسطا میلیون ها نفر بر اثر ابتلا به طاعون جان خود را در سراسر جهان از دست دادند. بیماری سیفلیس یک چهارم نفوس اروپا را در قرن 15 به کام مرگ فرو برد و آبله در قرن 17 بیداد کرد و آبله مرغان نیز به همین نسبت آدمیان را درو کرد. امروزه نیز استرس به خصوص از نوع حاد و شدید آن 1/10 کل جمعیت جهان را مورد حمله قرار داده است.
از این میان آن تعدادی که برای آرام ساختن خیش به مواد مخدر و مکیف روی آوردن و از اوحال وخیمتری پیدا کردن و بقیه این مبتلایان که در حاشیه های جنبی قرار گرفتن بهتر از دیگران نیستند. عارضه استرس. عارضه استرس هنوز آنطور که باید و شاید برای افراد عامی و عادی جوامع شناخته نشده است. جا دارد در این باره به هزینه هایی که مبتلایان به این عارضه بر دوش جامعه و حکومت خود می‌گذارند اشاره‌ای ولی کوتاه داشته باشیم تا اهمیت موضوع آشکار شود. هر جامعه علاوه بر صرف میلیاردها دلار برای جبران این بیماری ناچار است با زبان‌های فاحش دیگری هم مقابله کند که به نمونه‌هایی از آنها می‌پردازیم. خسارت‌های تولید یا زیان‌هایی که سازمان‌های بهداشتی ناگزیر از پرداخت و تأمین اعتبار برای آن هستند، حوادث و سوانح کار و از همه مهمتر خسارت‌های غیرقابل جبران ناشی از تلفات رانندگی که نیمی از این آمار به کسانی تعلق می‌گیرد که در حین رانندگی مواد مخدر مصرف کرده بودند. از عرابه و کجابه تا بالون و هلیکوپتر و هواپیما و سفینه های فضایی. ما در اصلی زندگی می کنیم که شاخصه مهم آن سرعت و تغییر و جابجایی است. تعریفی هم که از استرس شده بر همین امر دلالت دارد که همین سرعت بالاست که استرس بالا را به وجود می آورد. شمار کثیری از ساکنان این کره خاکی هنوز هم آنگونه که باید و شاید به این سرعت و این دیگرگونی خو نگرفتند و به عبارتی خود را بازیستن در قرن بیستم و پس از آن تطبیق ندادند. به این علت است که از هر 10 نفر نفوس این سیاره 1 نفر به استرس شدید مبتلا است و از آن رنج می‌برد. به نمونه جالبی اشاره می کنیم. در ایالت یوتا حوالی دریاچه نمک منطقه‌ای وجود دارد که باستان‌شناسان موفق به کشف غاری در آنجا شدند که قدمت آن به 10,000 سال پیش می رسد. بر اثر تحقیقات انجام شده معلوم گشته که ساکنان این ناحیه تا 400 نسل در این مکان زندگی می کردند. بیان که کوچکترین تغییری در شیوه زیست خود داده باشند. نسل بعد نسل همان ابزارها را به کار می باردند و همان لباسها را برتن می کردند و فصل به فصل و سال تا سال هیچ تغییر و تحولی در نحوه زندگیشان روی نمی داد. جالب آن که بعد از گذشت 10 قرن به راهنمایی بزرگان و شیوخ قبیله سرانجام توانستند نیزه ای را که برای شکار به عنوان حربه مورد استفاده قرار می دادند به فلاخون تبدیل نمایند که از سرعت و دقت بیشتری برخوردار باشد. حدود 1400 سال دیگر سپری شد تا توانستند به تیر و کمان مجهز شوند و آن را اختراع کنند. سپس 2000 سال گذشت تا دهقانان به کشت و برداشت ذرت پی بردند. طرف به آن که در آن عصر و زمانه حکیمان و فرزانگان جوامع و قبایل و اقوام قادر به جوابگویی به نسل‌های زیرین خود نمی شدند و زندگی روال یک نواخت خود را قرنها و قرنها ادامه می داد تا عاقبت آدمیان توانستند بر این چرخ و فلکی که انگاری از حرکت و پیشرفتن باز مانده بود مسلط شوند و آن هنگامی بود که نسل جوان پا به عرصه و میدان نهاد و خود را از زیر نفوذ و سیطره بزرگان قوم رهایی بخشید و زمام کارهای فرهنگی و علمی را به دست گرفت. روندی که از آن پس همچنان تداوم دارد و به این علت است که بشریت شاهد پیشرفت‌های شگفت‌انگیز در تمام زمینه‌ها و به خصوص تکنولوژی و علوم شده است. با این وصف
منکر نمی توان شد انسان قرن ما که در برابر تحولات و دگرگونی های اعجاب آور قرار گرفته است، برای تنازع بقا و حفظ موجودیت و حیات خیش بایستی ضمن مجهز بودن به علم و دانش روز از انعطاف و نرمش فوق‌العاده‌ای نیز برخوردار باشد تا بتواند خود را از فشارها و تهاجمات دنیای خارج در امان نگاه دارد. تجربه هایی که از زندگی و تاریخ گذشته خیش آموخته و کسب کرده ایم با تمام این اوصاف برای مقابله با تهاجمات استرس و تنش‌های این دور و زمانه کفایت نمی کند. به این سبب است که از هر 10 نفر یک نفر در زیر ضربه های کوبنده استرس ها و فشارهای آن تا به مقاومت نمی آورند و از پای در می آیند و به عبارتی سفینه وجود او در دریای پرتلاطم تکنولوژی قرن 20 و 21 چون پرکاهی به این سو و آن سو می رود و اگر به خود نیاید و ترفندهای لازم را برای نجات از این گردابی که به دست خیش ایجاد کرده به کار نبرد، تعادل و آرامش و لاجرم جان و هستی خود را بر سر این کش و کش می گذارد. فصل 8 کاستن بار استرس. ساعت بدن خود را تنظیم و کوک کنید. استرس ساعت بدن را کند و تند می کند. برای درست کار کردن این ساعت باید خوب بخوابیم و راحت و سرخوش بیدار شویم و وقت خواب و زمان بیداری را مشخص سازیم. 2-3 هفته طول می کشد تا ساعت بدن کار خود را با این اوقات تطبیق دهد. خواب آلودگی و چرت زدن در طول روز و بدخوابیدن در شب علامت استرس است. یعنی ساعت بدن درست کار نمی کند. پس بایستی از بار فشارهای استرسی کاست تا ساعت بدن از کار نیفتد. به موقع به بستر رفته اید ولی خواب به چشمانتان راه نمی یابد. مهمتر آن است که بعد از 45 دقیقه بیخوابی کشیدن خود را بیش از آن عذاب ندهید. بیخوده قرط نزنید، از جا بلند شوید و بی سر و صدا گوشه آرامی را انتخاب کنید و کتابی در دست بگیرید و با خواندن بپردازید و یا کاری که دوست دارید انجام دهید تا از فشار ارگانیسم کاسته شود و ساعت بدن دوباره کار خود را از سر بگیرد. از یاد نبرید که ساعت بدن برای تطبیق خود با شیفت ها و نوبت های کاری متفاوت، شبکاری و جز اینها با مشکل روبرو می شود، به خصوص اگر صاحب آن دچار استرس حاد و شدید نیز باشد. مواظب باشید تا با زیر فشار قرار دادن و کار زیاد کشیدن از ساعت بدن فنر نشکند و فیوز نپراند. سفرهای هوایی و تغییر ساعت بدن. مسافرت‌های هوایی ریتم و حرکت ساعت بدن را با اشکالاتی در خواب و استراحت روبرو می کند. مثلا اگر کسی از هوایی به نیویورک پرواز کند، حوالی نیمه شب به مقصد می رسد. حال آنکه در مبدأ هنوز هوا آفتابی است و 6 عصر است. در این گونه موارد مسافران هوایی تجربه کردند که چگونه سیکل خوابشان به هم می ریزد و دمای بدن و هورمون‌های استرسی توان انطباق خود را از دست می‌دهند. با آنکه سعی می‌کنند بخوابند ولی ارگانیسم بدن بیدار است، می‌خواهد سر و پا باشد و کار کند، در حالی که جسم میل به خوابیدن دارد. چه بسا 2-3 هفته طول می‌کشد تا بدن خود را با موقعیت تازه منطبق سازد. در این حالت است که خستگی و بیحالی
گریبانگیر شخص می شود. عارضه‌ای که معمولاً مسافران هوایی به تدریج و با مرور زمان رفع خواهند کرد. آفتاب و ساعت بدن. ساعت بدن به نور طبیعی آفتاب نیاز دارد تا کوب شود و به ساعتی میماند که با نور خورشید کار می کند. کاری که از لامپ ساخته نیست و کمکی به تنظیم ساعت بدن نمی کند. کسی که ناچار است در تاریکی سحر از خواب بیدار شود و آفتاب نزده خود را به سر کارش برساند و تمام روز در محلی که نور خورشید به آنجا نمی‌رسد کار کند و تنگ غروب به خانه برگردد، بایستی یقین داشته باشد که ساعت بدنش منظم و دقیق کار نخواهد کرد و حالتی شبیه مسافران هواپیمایی پیدا خواهد کرد. به این علت است که سازندگان لامپ ها تولیدات خود را به طیف خورشیدی مجهز کردند تا این قضیه را تا حدودی مرتفع کرده باشند. این چراغ ها می توانند تا اندازه ساعت بدن را کوب کنند تا از نور خورشید محروم نماند. روش بهتر کار کردن در کنار پنجره است تا بتوان از نور طبیعی بهره برد. کسانی که به هر حال از آفتاب در طول روز محروم هستند، می توانند روزی یک ساعت در برابر یک لامپ 600 واتی مجهز به طیف خورشیدی بنشینند تا ساعت بدن خود را با آن شارژ کنند و سیکل خواب و بیداری خویش را به این وسیله تنظیم نمایند. در این حالت می توان کتاب و روزنامه خواند و تلویزیون تماشا کرد، ولی از جلوی نور دور نشود. توجه: قبل از قرار گرفتن در برابر این قبیل نورهای مصنوعی حتما باید با پزشک متخصص مشورت شود، زیرا اشخاصی که به عوارض افسردگی و روانپریشی و غیره دچار هستند و یا در برابر نور حساسیت نشان می‌دهند یا به هر علتی دچار چشم درد می‌شوند، از نشستن در مقابل این نورها بهتر از خودداری کنند. ساکنان نیمکره شمالی کره زمین که شاید تا 8-9 ماه از دیدن خورشید بی بهره هستند، برای تنظیم ساعت بدن خویش مشکلاتی چون مسافران هوایی پیدا می کنند و به عارضه دچار می شوند که آن را اختلال موسمی نامیده اند. اینان نیز می توانند برای مقابله با این حالت دستورهای فوق را به کار گیرند. برای استراحت خود وقت بگذارید. بدن برای ترمیم و تجدید قوا و تولید پیام رسانان شادی نیاز به وقت و فرصتی دارد تا در طول شبانه روز به استراحت بپردازد. به خصوص افرادی که دچار استرس هستند، این ساعات را نبایستی از خود دریغ بدارند، بلکه به خود فرصت دهند تا ارگانیسم نیروهای از دست داده خود را بازسازی و احیا کند. بار تعهدات و وظایف اجتماعی خود را سبک کنید. داشتن رو در بایستی باعث می شود که قدرت نگفتن به دیگران را از دست بدهیم و طوری رفتار کنیم که گویی به مردم بدهکاریم و همین حالت و خلق و خو باعث می شود تا دیگران از ما بهره برداری کنند و سوء استفاده نمایند. در صورت امکان از هر گونه تغییر و جابجایی که باعث تنش و استراب و استرس می شود خودداری کنیم. گفتیم که اصولاً آدمی در برابر تغییر و تحولهای ناگهانی حساس است و به آسانی آن را پذیرا نمی شود و همین امر بر استرس وی می افزاید. اعصاب خود را آرام کنید، ریلکس باشید و در صورت لزوم این تغییرات را به وقت مناسب دیگری موکول کنید. خواه نقل مکان به خانه جدید باشد و یا انتقال به شهر و دیار دیگر، فراموش نکنید که برای شروع هر کاری نیاز به پایین آوردن سطح استرس خود دارید.
اگر بیش از حد از خود کار می کشید، حتی اگر بیش از 40 ساعت در هفته صرف درس و تحصیل می کنید بدون اینکه از استراحت کافی برخوردار باشید، بر سنگینی بار استرس خود می افزایید و امتیازهای زیادتری را از دست می دهید. مراقب قند خون خود باشید. افرادی که دچار استرس بالا هستند معمولاً قند را به صورت یکی از مکیف‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند. از یاد نباید بود که قند بالا و پایین در خلقیات شخص اثرات زیانبار می‌گذارد. به خوردن غذاهای ساده و سبک در فواصل کوتاه اکتفا کنید. سروتونین که یکی از اصلی ترین پیک های شادی مغز است نسبت به تغذیه شخص حساس است. مصرف سبزیجات افزایش سروتونین را سبب می شود و بر جلب اسیدهای آمینه که آن را تریپتوفان می نامند می افزاید. لازم به ذکر است که سبزی ها اساساً به طور طبیعی سرشار از این ماده هستند. گوشت هم دارای تریپتوفان است، ولی خوردن این نوع تریپتوفان مستلزم آن است تا برای جذب در بدن با مواد دیگر ترکیب شود که در این صورت مقادیری از خواص خود را از دست می دهد. پس بهترین توصیه ما این است که سالاد را از برنامه شام و نهار خود حذف نکنید. در ضمن سایر کمبودهای بدن را می توان با انواع ویتامین ها که در هر داروخانه یافت می شود جبران کرد. توصیه دیگر ما این است که در این مورد به خصوص حتما با پزشک خود مشورت کنید. مواد مخدر و مکیف را از دسترس و محل کار و خانه خود دور کنید تا به آسانی نتوانید از آنها استفاده کنید. حتی کشوی میز تحریر و داشبورد ماشینتان را نیز پاکسازی نمایید. مصرف قهوه، چای و کافئین و مواد قندی و شیرین را به حداقل برسانید. آلرژی ها، اگر بعضی مواد در ما ایجاد آلرژی و حساسیت می کنند و در نتیجه بر بار استرس ما می افزایند، از مصرف و استعمال آنها دوری کنید. به ورزش ها و نرمش هایی بپردازید که مفرح باشند و مغزتان را استراحت و آرامش بدهند. ورزشی را که موجب ارتباط و تماس شخص با دیگران می شود و شادی و نشاط واقعی را برمی انگیزد و پیام رسانان مغز را تقویت می کند و نیرو می بخشد در برنامه خود بگنجانید. بسیاری از مردم هنگامی که به ورزش می پردازند، انگاری غم و غصه های دنیا را از یاد می برند و سرخوش و بانشاد می شوند و هر استراب و نگرانی را از دل و جان خود می زدایند و با نیرومند شدن سلول های مغز قدرت مقابله با هر عامل استرسی را پیدا می کنند. با پرداختن به تفریحات و سرگرمی هایتون مطالعه، گوش کردن موسیقی های ملایم و نواختن ساز، تمدد اعصاب و آرام سازی می توان از هجوم امواج فشارهای استرسی جلوگیری کرد. در واقع با تمرین بر روی موضوعاتی سوای مسائل و مشکلات زندگی روزمره و معمولی می توان از دایره تنگ و تاریک محدودیت ها خارج شد و به این ترتیب چرخه تند افکار را آرام ساخت. این فرایند به شخص امکان می دهد تا پیکای شادی مغز را نیرو و توان ببخشد تا قدرت حل مشکلات و رویارویی با استرس ها را پیدا کند. از مصرف خودسرانه آرام بخش ها، قرص های خواب و مسکن ها بپرهیزید، زیرا باعث پایین آوردن میزان پیک های شادی مغز می گردد. با کاستن از بار استرس ها، متعادل نگاه داشتن فشار و قند خون و
مراعات رژیم غذایی ساده و سالم و انجام ورزش‌های سبک و نشاط‌آور و اجتناب از عوامل آرایشی‌زا متوجه خواهید شد که نیازی به مواد مسکن و آرام بخش و مخدر نخواهید داشت. نکته مهم دیگر این که پیش از هر اقدامی در این زمینه با پزشک خود مشورت کنید، زیرا بسیاری از همین قرص ها و مواد بایستی به طور مرتب و مداوم مصرف شوند. قطع ناگهانی و سرخود آنها می تواند مشکلات و زیان های جبران ناپذیری به بار آورد. مثلا بیماران قلبی و سرعی و غیره که در این رده قرار می گیرند، حتما داروهای خود را بایستی منظما زیر نظر پزشک مصرف نمایند، یا اگر به هر دلیلی دچار ناراحتی و ناچار از استفاده از داروهای خواب‌آور هستید، به خصوص داروهایی که از خانواده والیوم ها می باشد، قطع یک باره آنها می تواند اثرات ناخوشایندی به همراه داشته باشد که کمترین آنها بیخوابی و کابوس‌های شبانه خواهد بود که برای مقابله با این حالت‌ها ناگزیر از استفاده از دوز مقدارهای بالاتر دارو خواهید شد. اگر این دستورالعمل‌ها مفید واقع نشدند چه کنید؟ اگر تمام این تمرین‌ها را انجام دادید و باز هم احساس استرس شدید کردید و این نشانه ها را در خود یافتید، خستگی، دردهای عضلانی و درد و کوفتگی، اضطراب و دلشوره، نداشتن شور و نشاط زندگی، افسردگی، در این صورت بایستی روش های دیگری را در نظر بگیرید و در نخستین اقدام به دکتر معالج خود مراجعه کنید، زیرا ممکن است حالت های ناخوشی که احساس می کنید علامت های اولیه بیماری های زیر باشند: اختلالات تیروئید، عدم تعادل کلسیم در بدن یعنی بالا و پایین بودن کلسیم، کمخونی، دیابت یا مرض قند، شیدایی، افسردگی، اختلالات دو قطبی شخصیت، بیماری های کبدی، بدکار کردن کلیه ها، کمبود ویتامین ها در بدن، کمبود و نارسایی هورمونی. پزشک معالج به احتمال زیاد آزمایش هایی خواهد داد تا ابتدا از طرز کار خودد درونریز و غیره اطلاع حاصل کند و تشخیص دهد که ترکیب خون چگونه و به چه میزان است. تیروئید را اندازه‌گیری کند و تشخیص دهد که آنزیم‌های کبدی و کارکرد کلیه ها و میزان فسفر و کلسیم و آهن و قند خون و فشار آن متعادل هستند. اگر برای افزایش و ارتقای نیرو و توان پیکای شادی مغز و کاهش استرس خود به مواد مکیفی چون کافئین، چای، الکل، هروئین، تریاک، شیرینی و جز اینها متوسل شده اید، در مورد جایگزینی آنها نگران نشوید. پزشک معالج شما به خوبی از عهده این کار برخواهد آمد و داروهایی را در اختیارتان قرار می دهد که بتوانید کمبود این مواد شیمیایی مغز را جبران کنید، به شرط اینکه ابتدا از فشارهای استرسی خود تا حد امکان کاسته باشید. از خوردن غذاهایی که واکنش‌های ناجور و ناخوش ایجاد می‌کنند بپرهیزید. اگر خوراکی‌هایی می‌خورید که اسباب زحمتتان می‌شوند و راه تنفستان را می‌بندند و یا به خورخور و خسخس می‌افتید و یا احساس سنگینی می‌کنید یا اسهال و دلپیچه می‌گیرید و یا دانه‌های قرمز روی پوستتان ظاهر می‌شوند و دچار خارش می‌شوید، طبعاً بهترین روش پرهیز از خوردن این مواد غذایی می باشد. هر واکنشی از این نوع می تواند به بروز استرس در شخص منجر شود و یا بر شدت استرس بیفزاید. برخی افراد نسبت به بعضی مواد غذایی چون شیر، لبنیات، ذرت و یا مواد پروتئینی حساسیت دارند و واکنش نشان می دهند، زیرا با مصرف این مواد که مستقیماً خود را به پیام رسانهای شادی مغز می رسانند، آثار آنها به صورتهای گوناگون در ارگانیسم بروز و ظهور می کند. راه مقابله با این عوارض ساده است
می توان موادی را مصرف کرد که فاقد خاصیت های شیر معمولی باشند. این روزها این گونه خوراکی ها با برچسب های مخصوص در فروشگاه ها وجود دارد. به یک متخصص حاذق مراجعه کنید. یک درمانگر کارکشته می داند چگونه از بار سنگین فشارهای روانی بیمار بکاهد و عوامل استرسا را در وی از بین ببرد. او می داند که مشکلات زندگی است که کمر بیمار را زیر بار فشارهای استرس خم کرده و شور و شیرینی حیات را از وی باز ستانده است. حال بر عهده سوژه است که چگونه تمرین ها را انجام دهد و به ریلکس بپردازد و تمام دستورهای پزشک معالج خود را مو به مو اجرا کند تا از گردابی که در آن فرو رفته خود را بیرون بکشاند و هوای پاک و هستی بخش و نشاط آفرین زندگی را بار دیگر به مشام بکشد و لذت ببرد و سرخوش و سرمست از این رهایی و آزادگی بشود. موادی که متعادل کننده کنش های مغزی هستند. اگر پزشک درمانگر با تمام آزمایش هایی که انجام داد به نتیجه نرسید و قادر به کاهش و رفع استرس بیمار نشد، در این صورت الزاماً بایستی از موادی استفاده کند که اصطلاحاً آنها را متعادل کننده و ترمیم کننده شیمیایی مغز می نامند که در این 10 سال اخیر وارد بازار شدند. این داروها با اینکه قرص خواب‌آور نیستند ولی همان تأثیر را بر سوژه می گذارند و خوابی خوش را برای او فراهم می کنند و با وجود آنکه محرک و نیروبخش نیستند، اما انرژی مورد نیاز وی را فراهم می سازند و از شدت دردها می کاهند و زندگی را از رنج و درد تهی می سازند و به وی آرامش می بخشند. در این حال که اعتیادآور نیستند و می توانند سلول های پیام‌آور شادی را احیا و ترمیم کنند.